با درود فراوان حضور شما بینندگان گرامی تلویزیون آی تی سی، اسد زلیمرم در خدمت آقای دکتر ناصر عابدی، وکیل رسمی در کانادا. آقای دکتر خوش آمدید. با سلام خدمت شما و همچنین با سلام خدمت بینندگان محترم از تلویزیون آی تی سی که این برنامه رو دارن ملاحظه میکنن. قبل از آغاز گفتگومون با آقای دکتر، خدمت شما بینندگان گرامی عرض کنم که این برنامه فقط اطلاع رسانیه. اگه جنبه مشورتی خواستید لطفاً با شماره تلفن هایی که پای صفحه تلویزیون میبینید با دفتر آقای دکتر تماس بگیرید و راهنمایی لازم رو بگیرید و با امید خدا در کارهاتون موفق باشید و به اصطلاح به شما کمک خواهد کرد که مشکلات آیندهتون از بین بره، چون خیلی مهمه که با یک خبره، با یک کسی که تجربه کاری داره مشورت بکنید، جلوی ضررهای آتی رو بگیرید. آقای دکتر، ما هفته پیش راجع به ویزای طلایی صحبت کردیم. خیلی جالبه، فقط مثل که پرتغال داره، آن جای کشورهای دیگه اروپایی دارن نه ندارن؟ چند کشورها دارن ولی خب قیمتاشون یا خیلی بالاست، مناسب نیست مثل پرتغال. مثلا قبرس رو داریم که قبرس طرح سرمایه‌گذاریش خب فرق میکنه، شیوهش هم فرق میکنه. البته در قبرس ما اقامت نداریم دیگه، یک سر پاسپورت میده. قبرس دو قسمته، قبرس یونان، قبرس ترکیه. ما راجع به قبرس یونان صحبت میکنیم چون میشه جزء از اروپا. بله. و اونو داریم، چند جای دیگه داریم که در اروپا هستن که اونها هم اقامت میدن، ولی به نظر من بهترینشون در اروپا از لحاظ هزینه‌ای، از لحاظ امکاناتی که میتونن بدن، پرتغاله. پرتغاله هم. به نظر من پرتغال در حال حاضر، پرتغال با طرحی که داره بهترینه. قبلا نداشته چنین چیزی، ویزای طلایی داشت؟ داشت ولی اینچنین محبوبیت خاص خودش رو نداشت، به دلیلی که در طرحهای دیگه مثلا لهستان بودش، هنگری بود یا مجارستان رو ما داشتیم. اینها هم طرحهای اقامت داشتن که به نوعی این طرحها ارزونتر بود نسبت به پرتغال و یک ویژگی خاصی داشت که راحت بود برای سیزنشی و لحاظ زمانی. الان مجارستان و همچنین لهستان کشورهایی هستن که در خط جبهه اول جنگ هم با روسیه. بله بله. به طب نمیتونیم ما پیشنهاد کنیم که عزیزان بخوام برن الان در مجارستان و لهستان و کشورهای اروپایی. بهترین جایی که میتونیم بکنیم که از خط جنگ دورشون بکنیم، آرامش بیشتری اتفاقی اگه در لهستان در مجارستان بیفته، اونها میشن تازه کشورهای جنگی با مشکلاتی که دارن خودشون. از این لحاظ که پرتغال از منطقه جنگی دوره، طبق صحبتی که کردیم دفعه قبل. و دومین مطلبش اینه که علاوه سرمایه‌گذاری کشور خوبیه. تا حالا ما اونچنان مشکلاتی که اقتصادی رو که در کشورهای دیگه دیدیم در پرتغال ندیدیم. رشد اقتصادیش خوب بوده در سالهای اخیر، امنیتش بسیار بالا بوده، امکاناتی که میده خیلی خوبه و نسبت به کشور مثل لهستان و مجارستان برعکس اونها دایورسیتی زیاد داره، یعنی به نظر تنوع نژادی به نوعی که مثلا قبول میکنن به عنوان اتحاد چیز باشه نسبت به کشورهای دیگه زیاد بوده، به دلیل که چند فرهنگی دیگه. بله دقیقاً، چند فرهنگی مطلبی بوده که ما سالها به اصطلاح دیدیم. پرتغال مثلا بنادرش مرکز تجاری بوده، به طب خارجی‌ها دائم میومدن و میرفتن، بخاطر اینکه یه سری خارجی‌ها که مثلا تو بنادر ساکن میشدن، با خودشون فرهنگ جدیدی رو وارد میکردن و خود به خود پرتغال از این جهت که دایورسیتی داره برای ما ایرانی ها جای بسیار خوبی به نظر. بله. حالا اون مال اروپاست، برای کشورهای مثلا آمریکای جنوبی اونجا هم خب بله گذاری اینا دقیقاً. ببینید ما اگه بخوایم صحبت کنیم، شاید با توجه به کم بوده وقت داریم، فقط به یک کشور میرسیم. بله. مسلم ما در کشورهای آمریکای لاتین مثل باربادوس، مثل آنتیگواس یا کشورهای دیگه که داریم، اینها هم طرحی دارن. اگه بخوایم صحبت کنیم، ما فقط میتونم الان یک کشور انتخاب کنم، فقط راجع به اون صحبت کنیم. میتونیم هفته آینده راجع به کشورهای دیگه صحبت کنیم. از همسایه جنوبی شروع میکنیم که آمریکاست. حرف اولو میزنه در سرمایه گذاری، کشور قدرتمند دنیاست، علاوه اقتصادی رویای اکثر ایرانیا و میشه گفت رویای اکثر ترکا و کشورهای میدلیست، اصلا سراسر دنیا و بستن. دقیقاً. حتی من از اروپا هم که دیدم، حتی از اروپا هم دیدم، خیلی از اروپایی ها کشورهای خوب اروپا هم حتی مایلن به آمریکا مهاجرت کنن. خب آمریکا کشوریه که علاوه دایورسیتی خیلی رشد داره و
تقریبا مثل کانادا میمونه، یا شاید هم در بعضی موارد جلوتر از کانادا زده، شهرهایی مثل لس آنجلس که ایرانی ها پرن، یا نیویورک دایورسیتی زیاده، یا حتی فلوریدا که ما نگاه میکنیم در استان ایالت فلوریدا هست دایورسیتیش خیلی خوبه، قویه و مهاجرپذیره، لحاظ اقتصادی قدرت اقتصادی دنیاست، حرف اول هنوز میزنه. و حتی کانادا معمولا میگن اگه آمریکا سرما بخوره کانادا زاتوریه میکنه، وضع اقتصادیش خیلی بد میشه. رشد اقتصادیش خوب بوده در سالهای اخیر، رشد مسکنش خیلی خوب بوده. به طب من میتونم بگم یکی از کشورهایی که قدرتی که داره زیاده، لحاظ اقتصادی آپشنای خیلی زیادی داره. اگر عزیزان برای اقامت در آمریکا اقدام بکنن، کشوری که هم یک بچه هاشون، دو و خودشون میتونن کار بکنن و تحصیلات بکنن، سه امکانات زیادی میده که شما هر نقطه آمریکا که بخواید برید و بیاین راحت میتونید در شهرهای مختلف بتونید زندگی بکنید، هیچ محدودیت زمانی و مکانی نداره برای شما، برعکس طرحهای کانادایی که اگر شما به استان اقدام کنید ملزمی در لازم مکانی حتما تو اون استان برید. به طب این آپشن خیلی خوب داره. دو آپشن زمانی رو داره که هر موقعی که بخواید میتونید بریم بیاین، محدودیتش از لحاظ کانادا این مقدار بهتره، میتونید بعدش هم برای سیتیزنی اقدام کنید. طرحهای سرمایه‌گذاری در آمریکا هزینه‌اش بالاتر از کانادا نیست، هنوز ارزون‌تر از کاناداست. یعنی ما الان در کانادا طرحهای کبک موکلا باید 1 میلیون خورده سرمایه‌گذاری بکنن، در طرحهای آمریکایی شما همش 800 هزار دلار آمریکا سرمایه‌گذاری می‌کنید که بعد از 5 سال پولتون رو پس می‌گیرید. یعنی چیزی از بین نمیره. ببینید طرحهایی است که عامل ریسک رو داره، یعنی علاوه قوانین آمریکا باید متقاضی سرمایه‌گذاری اکسپت بکنه، پذیرش رو داشته باشه که سرمایه‌گذاری کنه ریسک وجود داره. نمیتونیم بگیم مثل هر جای دنیا داره. اما وقتی که سرمایه‌گذاری روی مثلا طرحهایی که ما انتخاب میکنیم که مثلا طرحهای مسکنه، الان در آمریکا طرحهای مسکن همه در حال رشد فوق‌العاده‌ایه. در بیشتر شهرهای آمریکا قیمت‌هایی که من دارم می‌بینم رشد فوق‌العاده‌ای کرده. پس 99% احتمال ضرری تو کار نیست. ببینید اینو می‌خوام بگم، مثلا الان من خب اقواممم اونجان، دوستان اونجان، الان خونه‌هایی که دارم می‌خرم مولتی آفر داره میشه. یعنی با مثلا با 500 هزار دلار میاد توی مارکت، با 520 تا 580 هزار دلار معامله میشه. معاملاتی که من دیدم اخیرا شده یه چیز بوده 60 هزار دلار 70 هزار دلار بالای اسکین پرایس فروخته شده ملک. پس ملک کجا ارزونتر از اینجاست؟ اینجا که شما نسبت به کانادا ارزونتر ملک، ولی بحثش اینه که ببینید اگر ما پارسال نگاه کنیم قیمت ملک بوده رو 400 خورده ای، امسال رو 500 خورده ایه. و اگه قرار بشه مولتی آفر بشه، خب همه جا همین حالت رو داره، ولی در مجموع این چیزی که در تورنتو هستش در آمریکا نیست. البته ببینید بین تورنتو و آمریکا دو تا تفاوت عمده وجود داره. اولا که در آمریکا قیمت ملک نسبت به تورنتو ارزون تره، ولی خب وقتی که مولتی آفر میشه، حتی در میگم بعضی ایالت ها رو من داشتم نگاه میکردم، قیمت ها مولتی آفر میشه، یعنی وضع اقتصادی خوبه، قیمت ها داره در حال رشده. و اگر شما سرمایه گذاری کنید و مثلا این سرمایه گذاری شما در قسمت ملک باشه، نه تنها عامل ریسکتون کمتره، من نمیگم ریسک نیست، همیشه احتمال وجود داره که اقتصاد به ورشکستگی بکشه در تمام کشورها، ولی ما راجع به آمریکا داریم صحبت میکنیم، کشوری که قدرت داره، کشوری که حرف اول در دنیا میزنه علاوه اقتصادی و علاوه سیاسی. به طب تو این زمینه به نظر من اگر کسی بیاد تو طرحهای آمریکایی سرمایه گذاری کنه، بعد 5 سال هم پولش رو میتونه پس بگیره، طبق شرایط 5 سال خورده بعد میتونه پس بگیره، اقدام میکنه که پولش بهش برگرده. و مرحله دوم اینه که طرحهایی رو انتخاب کنیم که ریسک کمتری داشته باشه، میتونه تداوم داشته باشه، مثلا حتما بعد از 5 سال نباید پس بگیره، ادامه داشته باشه، میتونه داشته باشه، سودی داره. بله میگم میشه مطالعه کرد. ما مثلا من یه موکلی داشتم که برمیگرده به 5 ماه پیش، در 5 ماه پیش اینا در طرحهای 500 هزار دلاری آمریکایی شرکت کردن که امروزه اون 500 هزار دلار رو آمریکا کرده 800 هزار دلار. خب ما طرحهایی رو پیشنهاد کرده بودیم که به نظرمون سیف میومد، خوشبختانه خود موکلم یه سری تجربات در
همین زمینه و زمینهای مشابه داشت، طرحهایی رو انتخاب کرد که فکر میکرد که بعد از کرونا رشدش چند برابره و به نظر من این کار مناسبی بود که موکل سعی داشت بکنه. از این لحاظ که طرحهای آمریکایی طرحهای بسیار خوبیه، 800 هزار دلار موکل سرمایه گذاری میکنه، بعد پولش رو پس میگیره، این امکان داره که بچه های زیر 21 سالش وارد مدارس یا دانشگاه های آمریکایی بشن، حق تحصیلات برای تمام اعضای خانواده از جمله خود موکل وجود داره که اگه بخواد آپگرید بکنه، ترینینگ ببینه، خودش همسرش میتونه این کار رو انجام بده. بحث وجودش کاره که از زمانی که شما مقیم شدی هم خودت هم تک تک اعضای خانواده میتونن شروع کنن به فعالیت های اقتصادی. بحث اینه که شما تو اون کشور میتونید هر موقع بخواید برید و بیاین، یعنی اقامته. اون شهر و ماهیت هم خودشون انتخاب میکنن یعنی برای طرحهای آمریکایی؟ بله، شما به عنوان متقاضی فردی هستی که خودتون با توجه به اینکه دوست دارید کدوم استان، از کالیفرنیا گرفته تا فلوریدا گرفته تا قسمت های شرقی آمریکا که همسایه ما میشید تو نیویورک، میتونید اقدام بکنید. اگه جای سردسی رو دوست دارید، کشورهای استانهایی مثل ایالت مینیسوتا رو میتونید انتخاب بکنید، میتونید نورث داکوتا رو انتخاب کنید. اگه گرم گرم بخوایم باشه میتونید تگزاس رو انتخاب کنید، مثل خوزستان میمونه، یا فلوریدا رو انتخاب بکنید. یعنی تنوع و هوایی داره. یا حتی میتونید میو انتخاب بکنید که به اصطلاح استانهایی هستن که چهار فصل رو دارن. شرایط سرمایه گذاری یکی دیگه فرق نمی‌کنه. شرایط سرمایه گذاری برای افراد هر جایی که کانادا آمریکا بخوام باشه، در طرحی که ما میتونیم کمکتون کنیم، مبلغ 800 هزار دلار که فرد باید اون 800 هزار دلار رو واریز بکنه و نشون بده که این پول رو خودش به دست آورده. تنها مطلبی که ما داریم اینه که از اعضای دولت ایران و همچنین مقامات سپاه پاسداران و کارمندان عالی رتبه ایرانی که تو زمینهای مختلف به دولت ایران برای کارهایی که میکنن دارن اقدام میکنن، ما از این افراد موکل نمیپذیریم. با وجود شرایط هم نیستن اینا از نظر به نظر ما قوانین آمریکا اینا همشون تحریمن، برای همین هم ما قبول نمیکنیمشون. اگر کسی عضو سپاه پاسداران بوده و کسایی بوده که تو این زمینه ها کار کرده، متاسفانه اگر اقدام میکنن این پرونده‌شون رد میشه و ما موکل قبول نمیکنیم. ما فقط موکلانمون افراد عادی خواهند بود که به طور معمولی دارن زندگی میکنن تو ایران و دارن رشد میکنن، چیز دارن، اموال دارن اینا. خب اموال اینا مگه ما بخوایم مقایسه کنیم با طرحهایی که ما امروز داریم در آمریکا یا در اروپا داریم، خیلی بهتر از طرحهای ترکیه است. یعنی عزیزان من میبینم که میرن ترکیه چندین آپارتمان میخرن، میرن چندین سرمایه گذاری میکنن. اونجا امنیت نداره. اولا امنیت نداره، همونجوری که شما فرمودید دقیقاً درسته، با این نظرتون موافقم. دومین مطلب این که فعالیت اقتصادی ایرانیای ما در ترکیه آنچنان آزاد نیست. خبرایی که من دارم و عزیزانی که اطلاعات به ما میدن به ما اعلام کردن، برای همینم اونا الان اومدن طرحهای پرتغال یا طرحهای آمریکایی دارن اقدام میکنن، یعنی دارن اموالشون رو در ترکیه میفروشن که اقامت ترکیشون رو پس بدن و بیان به سمت این قسمت، برای اینکه این افراد در ترکیه آنچنان رشدی نخواهند داشت مگر وابستگان به دولت ایران باشه که بخوان تحریما رو دور بزنن. چرا؟ اونا در ترکیه اصلا قصدشون همین هست، برای همینم تو ترکیه رفتن و سرمایه‌گذاری کردن که بتونن تحریما رو دور بزنن. ولی برای کسایی که افراد معمولی هستن، متاسفانه اعتبارات لازم در ترکیه بهشون داده نمیشه. این افراد نمیتونن وام‌های لازم رو بگیرن، در حالی که اگر شما به عنوان یک فرد تاجر وارد اروپا یا در وارد چه بشی، وقتی که نشون بدین طرحی تو این امکانات هست که امکانات بانکی و تسهیلات اعتباری اروپایی یا آمریکایی استفاده کنین. در ضمن وقتی در اروپا آمریکا باشید، به هر نقطه دنیا میتونید شما جنساتون رو صادر بکنید، یک. دوم میتونید پول منتقل کنید. تا اینکه شما در ترکیه باشین بخواید وارد آمریکا یا وارد اروپا بخواید پول بکنید، در ترکیه شما شهروند درجه دوی، یعنی شهروند نیستی. اگرم باشی مثلا نه شهروندی نیستید. شما به شما اقامتی میده که به سختی بهتون پاسپورت بده، اگه هم پاسپورت بده با هزاران محدودیت‌های مختلف. در صورتی که در آمریکا و کانادا شما با اون کسانی که قرن‌ها اینجا بودن خانوادگی فرقی نمی‌کنین، از همون حق و حقوق قانونی یک شهروند برخوردار میشین. ببینید در ترکیه خدایی نکرده اگر شما وارد سیستم قضایی ترکیه بشید، و ویلاست که بتونید سالم بتونید در برید و بتونید اون حقوقتون رو بگیرید. ولی من این رو به
جرأت میتونم بگم که در کانادا، در آمریکا و در اروپا این مشکل رو شما ندارید. ببینید ماها در زندگی معمولی، من وکیلم دیگه، سالها دارم وکالت میکنم و در دادگاهی کانادا هستم، همه ایرانی ها به نوعی وارد دادگاه ها میشن، یا به عنوان خواهان یا کسی که اقامه دعوا بکنه، یا به عنوان مدافع که دو زمینه های مختلف هست. اجاز تجاری، یکی اومده خونه رو تعمیر کرده بهت خسارت مالی زده به جایی که تعمیر بکنه، یا شما اقامه دعوا شده علیهتون که به صورت تعهد بشید. به طبع اگر در کشور ترکیه باشه حقوقتون از بین رفته است، همونطور که در کشورهای عربی از بین رفته است، در دبی از بین رفته است. من وکیلم، همکارانو دارم و میبینم اینو، و باید باج‌های متعددی به افراد مختلف پارلمان ترکیه یا به مقامات قضایی ترکیه بدین تا بتونیم بیاین. ولی در اروپا و در کانادا و در آمریکا این نیست، حقوقتون حفظ میشه. و به تبع شما کشوری که در آمریکا باشه یا در اروپا باشه که انتخاب کنید مثل پرتغال، حقوقتون حفظ میشه. و حقوقتون به تبع شما به عنوان، همونطور که آقای زرین منم فهمیدن، شما به عنوان یک شهروند حق مساوی دارید به کسایی که سالهای سال پدرانشون تو این کشورها اومدن و زندگی کردن، شما همون حقوق مساوی رو خواهید داشت. دموکراسی نمیگه در اونجا دموکراسی وجود نداره، بنابراین اصلا منطقی نیستش که آدم ریسک بکنه رو هوا بره یه جایی که مثلا صرفا به خاطر اینکه من خونه خریدم، ولی همون خونه رو ممکنه از دست بدی و با تو مثل یک شهروند اونجا رفتار نمیکنن و اون نجات پرستی ها همینا وجود داره. بله وجود داره. یعنی شما اگر سرمایه رو میذارید در ترکیه، بهتر اون سرمایه رو ببرید توی پرتغال یا بیاریش تو آمریکا، هم برای خودت یک نعمت به عنوان فردی که پدر خانواده هستی، هم واسه همسرتون به عنوان مادر بچه هاتون امنیت رو سالهای سال تضمین کردید، هم برای بچه هاتون، عزیزانی که سالهاست شما باهاشون درشون رشدشون دادید، بزرگشون کردید، بهترین نعمت رو دادید. و این به نظر من موهبتیه که اگر امروزه وجود داره برای ایرانی ها که بتونن بیان آمریکا، چون امروز دیگه ترامپ نیست و محدودیت ترامپ از بین رفته و ایرانی ها میتونن برای آمریکا اقدام کنن، و در ضمن من در طرح اروپایی هم میتونه اقدام کنید. ولی به نظر من از این موهبت الهی استفاده کنید. این نعمتیه که واسهتون گذاشته، فرصت طلایی است که براتون گذاشته شده، از این فرصت استفاده کنید و بیاید. برای یه چیز گفتیم شما فرمودین که برای ویزای طلایی پرتغال کمتر از یه سال، مال آمریکا هم همینطوره؟ نه، مال آمریکا حدوداً دو سال خوده‌ایه. دو سال خودتون میکشه. ولی خب اگه متقاضی قبلش بیاد بخواد تو کانادا آمریکا بمونه، این امکان هستش که زمانی که تو آمریکا هست براش برای مهاجرت اقدام کنی. یعنی اگه عزیزی هست که الان مطمئن شده که دیگه میخواد بیاد و مایله که اموالش رو بفروشه از ایران بلند شه بیاد و میتونه بیاد، میتونیم اقداماتی انجام بدیم که وارد آمریکا بشه، بتونه در آمریکا بمونه و بعد از اون اقدام کنه. اگر عزیزی هستش که نه، مش اشتغالات بیزینسیش به طوری که حتما باید تو ایران باشه، میتونیم از این ور اقدام کنیم. بله. و جفتش این امکان هست. ممنون از اطلاعات آقای دکتر، سپاسگزاریم از اطلاعات جالبی که دادید. به هر حال مطمئنم که یکی از هموطنان ما از این اطلاعات استفاده میکنن و میان که با شما تماس بگیرن، خودشون و خانواده‌شون و آینده‌شون رو به اصطلاح تأمین بکنن و نجات بدن خودشون رو. شرایط متاسفانه در وطنمون به گونه ای هستش که امنیت و آسایش وجود نداره و هر کسی واسه خانواده‌اش سعی میکنه که یه جای خوب و امن رو و تأمین بکنه. با سپاس از شما که این اطلاعات به ما دادید و با سپاس از شما که بیننده ما بودید و از شما بینندگان تا هفته آینده خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار. خداحافظ.